عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان. دو ست خیلی بازی زیبایی بود، ست سوم و ست چهارم. البته خب شرایط بازی طوری بود که شاید بازی میتونست 3-0 هم تموم شه، ولی خب بالاخره تیم پیکان حساسیت خودشو داره و شرایط بازی طوری شد که ما ست سوم رو با اینکه چند تا امتیاز هم جلو بودیم از دست دادیم و در واقع ست چهارم هم به همین شکل بازی نزدیک پیش رفت. ولی خدا رو شکر میکنم که تونستیم روزی که داشتیم خیلی با برنامه بازی میکردیم و شرایط تیممون خوب بود تونستیم پیروز شد. و من فکر میکنم که اول باید تبریک بگم به همه هواداره یزدی، کادر خوب فنی شهرداد و همچنین بازیکنهایی که واقعا با جون و دل، چند تا از بازیکنهای ما سرماخورده بودن، مصدوم بودن، همه اومدن پای کار و تونستن یه بازی زیبا داشته باشن. همچنین تیم پیکان هم، منم میدونم پیکان هم یه بازیکن مصدوم داشت همینجوری که ما هم داشتیم، ولی اونا هم با جون و دل بازی کردن، ست سوم به بازی برگشتن. در مجموع این مدل بازی ها و این شکل بازی ها به درد والیبالمون میخوره و لیگمون رو پویاتر میکنه. امیدوارم که در ادامه هم شرایط تیمی ما بتونه حفظ کنه خودش رو توی این شرایطی که الان هست. اول اینکه تبریک میگم به تیم شهرداد یزد بابت بردشون، حقشون بود ببره به خاطر اینکه ما اصلا بازی نکردیم. واقعیتش من فکر میکنم مخصوصا ست اول و دوم بچه من کلا خواب بودن، حالا نمیدونم چه اتفاقی براشون افتاده بود، اصلا اون تمرکزی که نیاز داشتیم وجود نداشت و اون عمل کردی که حداقل یه بازی حداقلی ازشون انتظار داشتم در ست اول و دوم اصلا هیچی از اون بازی قبلیشون نبود و ست اول و دوم به راحتی واگذار کردیم. ولی تازه از ست سوم بیدار شدیم که ست سوم بچه‌هامون تونستیم ست سوم رو از آن خودمون کنیم. ست چهارم هم دو سه تا باز بالا بودیم، روی یکی دو تا باز اشتباه فردی متاسفانه اون فاصله‌ای که میتونستیم حفظ کنیم و بازی رو به گیم پنجم بکشونیم متاسفانه ازش استفاده نکردیم. روی عملکرد خودمون به نظر من باید بریم بیشتر کار کنیم، ببینیم اصلا چه اتفاقی برای ما افتاده و اون چیزی که کلن میخواستیم امروز نشد. شاید یه روز بعد اسمش رو بذاریم که من برای خود من قابل قبول نیست که مثلا بازیکن بگم روز بعدم بود به راحتی ازش بگذارم. نه، باید برم ایوای تیممون رو پیدا کنیم، ببینیم که بازیکنایی که امروز نتونستن به ما کمک کنن اصلا علتش چی بود. با اینکه هیچ مشکل خاصی هم نداشتیم، یه آنالیز خوبم برای این تیم داشتیم، گواهش هم اینه که ما با همین روز بعدمون ما 17 تا تیم مقابل دفاع کردیم و اونا کلا ما رو فکر کنم 10 تا دفاع کردن و روی بحث آنالیزی هم مشکل خاصی نداشتیم، ولی اون انتظاری که داشتیم برآورده نشد. در مجموع جا داره از تماشاچیایی که از ایران خودرو تشریف میارن تشکر کنم، انصافا دستشون در نکنه، سنگ تمام گذاشتن. و اینکه یه جمله‌ای هم تو هفته گذشته اتفاقی برای بازیکن اصلی ما افتاد تو مشهد، آقای عبدالحمیدی اونجا آسیب دید و اینکه هم تماشاچی‌هاشون بهمون توهین کردن، هم کادر فنی و بازیکن‌هاشون که فکر کردن که ما عمدن بازی رو نگه داشتیم. اولا یه چیزی باید هم تماشاچی‌ها هم بقیه دوستان در جریان باشن، اگه یک بازیکن در زمانی که در جریان یک رالی توپ هنوز از جریان نیفتاده باشه بازیکن آسیب ببینه، حتما داور باید به جا بازی رو متوقف کنه و به جا بده. امروز هم متاسفانه آقای عبدالحمیدی رو نداشتیم و مزید بر علت. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. حالا از قبل هم میشد پیش بینی همچین بازی سنگینی رو کرد. شهرتاب مدافع اونوار قهرمانی حداقل میتونم بگم تیم پرمهره ای بود و ما میدونستیم که این بازی مسلما بازی سنگین خواهد بود و تمام توانمون گذاشته بودیم که بتونیم تو این بازی بهترین عملکردمون رو داشته باشیم. حالا یه سری عوامل دست به دست هم داد، اشتباهات اتفاق افتاد که توی دو ست اول بازی موفق نبودیم، اما خب فکر میکنم ست سوم بهتر شدیم، روندمون بهتر شد، چند نفر از بیرون اومدن، بازیکن‌های تعویضی اومدن و خوب جواب دادن. از جمله خود من فکر می‌کنم بعد چند هفته که بازی نکرده بودم این هفته فکر می‌کنم بازی قابل قبولی دادم و خب بازی در کچ و قوسش تو گیم سوم به نفع ما تموم شد و
و گیم چهارم هم من فکر میکنم اسیر اشتباهات خودمون شدیم، جایی که نباید اشتباه کردیم و خب شهتاب بدون اشتباه تر از ما بود و خب مسلماً حقش این پیروزی بود. بهشون تبریک میگم و بازی سلامتی.